فدرالیست 37 فدرالیست رو ادامه میدیم. آقای مریسون میگه not less arduous must have been the task of marking proper lines of partition between the authority of general and that of the state government. Every man will be sensible of this difficulty in proportion as he has been accustomed to contemplate and discriminate objects extensive and complicated in their matter. و همینجور ادامه میده. شروع میکنه میگه دو مرتبه ببینید مقاله 37 راجع به توافق بین ایالت ها بوده که این قانون اساسی اومده بیرون و هم مدیسون شروع میکنه میگه باید حواستون باشه که ما باید توافق میکردیم رون حساب این قانون اساسی که ما دادیم بیرون. هممون میدونیم که چیز کامل کامل که نیست، ما داریم با ایالت های مختلف راجب ایالت های مختلف حرف میزنیم که همشون منافعشون فرق داره، یا اگه دوتاشون نبشه هستن و منافعشون یکیه احتمال داره با اون ایالتی که مثلا جنوبشه منافعش فرق بکنه. میگه ما اینو به شما از جلسه اول گفتیم، این مقاله هایی که بر علیه ما می نویسید حتی اگه آدم های خوشدیدی باشید و با کینه و دشمنی به ما ملامت نمی کنید و انتقاد نمی کنید، اینو یادتون باشه که ما باید توافق می کردیم. پس خودمون می دونیم یه عیبایی هست ولی دیگه کارش نمی شه کرد، باید این ایالات توافق می کردن. بعد اینجا شروع میکنه میگه ما حتی، جمله رو که میخونه میگه حتی ما اگه این دانشمندا رو نگاه میکنیم، چون اون زمان تازه 100 سالی بود که دانش، علم دانش به اون وضعی که ما الان باش آشناییم تازه شروع شده بود، قبلش که خیلی وضع علم و اینا خراب بود. خب این میگه این ما نگاه میکنیم حتی این دانشمند ها که چیزهای طبیعی رو نگاه میکنن و اینا، میبینن که یه سری چیزها رو هنوز نمیتونن بگن 100% این مثلا جوابگوی این سوالی که ما داریم میکنیم یا نه. میگه دانشمند ها که میان راجع به میدونم طبیعت و حیوان و اینا صحبت میکنن، اونا به ما میگن 100% مطمئن نیستن که جواب قطعی بهمون بدن. حالا ما که اومدیم داریم راجع به یک چیز خیلی خیلی مشکلی صحبت میکنیم، اینی که دولت چی باشه، نمیدونم دولت فدرال چقدر قدرت داشته باشه، دولت ایالت چقدر قدرت داشته باشه. بعد فراموش نکنیم این دولت داره برای مردم کار میکنه، مردم هم نماینده هاشون وقتی نگاه میکنید همشون با هم دیگه فرق دارن، یا نه تنها خیر مردمشون رو شاید بخوان ولی به خاطر اینی که خیلی بعضیاشون خودبینن و جاه طلبن، اونا فقط اول خیر خودشون رو میخوان و ایالتشون. پس ما داریم راجع به یه چیزی صحبت میکنیم که مشکله. وقتی میاد در مورد آدما صحبت میکنید و میخواد یه سازمانی بدید، مخصوصا میخواید اگه دولتی را بندازید، باید حواستون باشه که خیلی مشکلهای مختلفی پیش میاد، پس از ما ایراد بی خودی نگیرید. و خیلی جالبه میگه ببینید اینجا به اینجا میرسه. A frequent بذارید من اونجاری که میخوام گیر. خب اینجا میرسه میگه No language is so copious as to supply words and phrases for every complex idea or so correct as not to include many equivocally denoting different ideas. Hence it must happen that however accurately objects may be discriminated in themselves,
And however accurately the discrimination may be considered, the definition of them may be rendered inaccurate by the inaccuracy of the terms in which it is delivered. بعد میاد راجع به زبان صحبت میکنه، میگه مثلا همین کنفدراسیون خودمون رو نگاه بکنیم، ورقه جلومونه، قانون اساسی اولمون جلومونه، ولی هر کدوممون میخونیم بستگی داره کدوم ایالت باشیم یه چیز دیگه همون برداشت خودمون رو داریم. میگه حتی اگه زبان، اصلا طبیعت زبان اینه که هر چقدر هم شما سعی بکنید قشنگ بنویسید و اینا، خیلی احتمال داره که نفرات و مختلف چون منافعشون فرق داره برداشتشون فرق داشته باشه. و داره همینجوری باز دو مرتبه غیر مستقیم میگه دیگه، میگه بابا ما الان با انگلیس جنگ کردیم، اونا میگن ما آدمای آزادی هستیم، ما میگیم ما آدمای آزادی هستیم، پس چرا جنگیدیم؟ به خاطر اینی که اونا میگفتن شما آزادید، ما هوای شما رو توی این پارلمان داریم، احتیاج نیستش که نماینده بفرستید. ما میگیم نه بابا، شرط آزادی اینی که ما نماینده داشته باشیم توی پارلمان، که اگه میخواید مالیات به همون ببندید نماینده ما بگه باش میتونی. میگه اینی که مردم با لغت بازی میکنن و اینا یه امر معمولیه، نمیشه ندیده گرفتش. بعد ببینید حالا اینجا چی قشنگ میگه. When the Almighty himself condescends to address mankind in their own language, his meaning, luminous as it must be, is rendered dim and doubtful by the cloudy medium through which it is communicated. Here then are the three sources of vague and incorrect definition. Indistinctness of the object, imperfection of the organ of conception, inadequacies of vehicle of ideas. Any one of these must produce a certain degree of obscurity. The convention, in delineating the boundary between the federal and state jurisdictions, must have experienced the full effect of them all. میگه وقتی پروردگار خدا میاد حرفشو میزنه که دینهای مختلف در زمانهای مختلف با زبانهای مختلف به وجود اومدن و اینا، پیامبرای مختلف اومده، حتی پروردگار با اون قدرتی که داره، با اون زبان قشنگی که میتونه به مردم، به پیغمبرش حرف خودشو بزنه، ما میبینیم که چند سالی طول نمیکشه که همین این پیروان این پیغمبر شروع میکنن تقسیم شدن، فرقه فرقه شدن. تمام ادیان رو نگاه بکنید، درسته درسته میگه. میگه اگه خدا مسیح، مثلا به آمریکا یا میگه مسیح و اینا میگن خدا، میگه پس اگر حرفشو ما برداشتمون اشتباه نبود، پس چرا الان 100 تا فرقه داریم؟ و چرا فرقه همون کتاب رو میخونن ولی برداشتشون فرق داره با دیگران؟ میگه ما که آدمیم، ما اومدیم تو این کانستیتوشنال کانونشن، تو این کنوانسیون قانون اساسی دادیم، و به خاطر 3 دلیل مختلف که ما باید باش سر و کله بزنیم، یکی این که شاید زبان تکمیل نباشه چون ما آدمیم دیگه، یکی این که احتمال داره اونی که میشنوه قدرت کانسپشن خوب نتونه درک بکنه، تجربه نداره، تیز هوش نیست، این حرفای مختلف و چیزهای دیگه. میگه پس ما باید حواسمون باشه که خودمونو گول نزنیم، فکر نکنیم این قانون اساسی که دادیم اگه حرف خدا مردم شروع میکنن بهش به معنی شک کردن، پس ما که بنده خداییم و یه قانون اساسی فقط دادیم بیرون. این خیلی قشنگه، اینو در نظر داشته باشید چون
در آینده این مهمه. این یکی از دلایلیه که من میگم زبان مشترک داشته باشیم و این زبان مشترک زبان آمریکاییه، چون ما میخوایم تجربه آمریکا رو ببینیم، یاد بگیریم که الگو سازی بکنیم. روز 9 نوامبر 2016 است. آقای ترامپ شده رئیس جمهور. من میدونم شماها میگید بابا پاشو جمع کن، این سیستمی که این برنامه رو به وجود آورد که ترامپ و کلینتون اینجا رسیدن، تو چی جوری میخوای این سیستم رو بکنی دو حلقوم ما مردم دنیا؟ ولی من میگم نه، بیاید کل تاریخشون رو بخونید، همه چیز رو بخونید و با این زبان مشترک یه الگوی درست حسابی ما میتونیم بذاریم. خب فقط فکر میکنم یه قسمت دیگه مونده توی این مقاله. با اجازتون.